ما در موضوع نفت با شرکت‌های عامل، یعنی کنسورسیوم نفتی که در ایران کار می‌کند، چون شاید 5-6 شرکت دیگری هست که با ما کار می‌کند، ولی البته اونها در یک محدوده بسیار کوچکتری هست، مشغول مذاکره بودیم. مذاکرات نه قطع شده است و نه به جایی رسیده است. این است که امروز بدون ورود در جزئیات خطوط کلی آن را باید برای شما بگویم. موقعی که در 1954 ما قرارداد نفتی را امضا کردیم که شاید در اون روز بیشتر از اون هم نمیتوانستیم به دست بیاوریم، یکی از مواد قرارداد این بود که شرکت‌های عامل منافع ایران را به بهترین وجه حفظ خواهند کرد. ما دلایلی داریم که این کار نشده است. در قرارداد 54 سه دوره تمدید 5 ساله در نظر گرفته بودند که ضمناً شرط شده بود که منافع ایران حفظ بشود. ما دلایل کافی داریم که مطابق حتی همین قرارداد 54 قرارداد نفت خود را با کنسورسیوم در سال 1979، یعنی 6 سال دیگر به هیچ وجه تمدید نکنیم. حقوق حاکمیت هر مملکتی به او اجازه می‌دهد که بر ثروت طبیعی خود نظارت کامل داشته باشد و اصول منشور ملل متحد و قطعنامه‌های به خصوصی در این مورد تصریح دارد که نه فقط ثروت هر مملکتی، ثروت زیر زمینی و روی زمینی هر مملکتی مال اوست، ولی حتی قراردادهایی که با کمپانی‌های خارجی برای بهره برداری و استخراج بسته می شود نمیتواند بدون سرادید مملکت صاحب ثروت مورد بهره برداری قرار بگیرد. یعنی هیچ کمپانی نمیتواند بگوید که من میخواهم مثلا از نفت سالی اینقدر استخراج بکنم، مثلا یک استخراج معقولانی که بگوییم فقط محض خاطر ذکر یک رقمی 1,000,000 بشکه معقولانه باشد به نسبت ذخایر. اگر اون کمپانی بگوید من 200,000 بشکه بیشتر برنمی دارم، یا اینکه به عکس بگوید من 2,000,000 بشکه برمی دارم، اون حق را به او نداده است. نفت صنعت پیچیده است. یک چاهیره اگر بیش از مقدار معین استخراج بکنید، در واقع اون چاه را شما میکشید. اگر بازیافت مجدد، چون حرف فن نیست، اگر گازهایی را که لازم هست 2 مرتبه در چاه برگردانند، به قول اصطلاح فنی انجکشن نکنند، این حفظ منافع مملکت نیست و این کارها در مملکت ما نشده است. راهی که برای ما میماند دوتاست. چون مردمانی هستیم که به امضای خودمون پابند هستیم، میگوییم یک امکان این است که تا 1979، یعنی 6 سال دیگر، کمپانی های موجود به کارشون ادامه بدهند به شرطی که درآمد هر بشکه نفتی که به ما میرسد از درآمد ممالک هم حوزه ما کمتر نباشد، به شرطی که قدرت صادراتی ایران به 8,000,000 بشکه در روز برسد و اگر فاصله ای که حالا تا اون رقم هست پر نشود، خود ما خواهیم کرد و خود ما میدانیم با اون نفت اضافی چه بکنیم. در 1979 قرارداد خاتمه پیدا خواهد کرد و شرکت های فعلی
در اون ردیف بلندی که بعد خواهد ایستاد و مشتری نسل ایران خواهد بود، بدون هیچ مزایایی مثل دیگری باید بیان صف بکشن. یا اینکه از موقع امضای قرارداد جدیدی تمام مسئولیت ها و هر چی که امروز در دست ما نیست تمام برگردد به ایران و شرکت های عامل فعلی مشتری طویل المدت ما باشند و ما نفت را به اونها برای مدت طولانی به قیمت خوب با تخفیفی که هر کسی به یک مشتری خوبی میدهد خواهیم فروخت. و این تنها راه این است که اون بداند که تا هر موقع که قرارداد طول میکشد 20 سال 25 سال نفت به اون میرسد، در صورتی که در اون مرحله دیگری را من اینقدر مطمئن نیستم که اون نفتا به همین سادگی به خارج از هر مملکتی صادر بشه. این مطلب باید به زودی برای ما روشن بشود. شق اول ادامه کار تا 79 یا مشتری شدن و مطمئن بودن به این که نفت برای مدت طولانی با شرایط مناسب در اختیار خواهد. ولی برای این که شرط دوم را ما بتوانیم انجام بدهیم لازم است به خصوص که صنعت ما توسعه پیدا می کند بهترین متخصصین خارجی را یا به طور دست جمعی و متشکل یا به طور انفرادی در استخدام خود بیاوریم برای ما کار بکنند و در حفظ و نگهداری و تفحص و تجسس بیش از گذشته دقت بکنیم و بیش از همیشه برای این که یک صنعت درجه یک مقیاس بین المللی ایجاد بکنیم خواهیم کوشید. و برای این کار از فردا حتی باید مطالعه کنیم که سازمان شرکت ملی نفت ایران چطور خودش را برای یک زمان فوری و یا برای سال 79 آماده و مهیا کند. As far as we are concerned, we are not the toys of any country. Including the United States.